دوستان عزیز، سلام به روی ماه همتون. امیدوارم خوب و روبرا باشین، هر جایی که هستین حال جسمی و روحیتون خوب باشه. منم خوبم، یه روز خوشگل آفتابی گرم رو داریم اینجا توی آلانیا. گفتم براتون دوباره یکم همطور که راه میرم تو شهر با هم گپ بزنیم و یه کوچولو فیلم بگیرم و همین دیگه. حالا من دوربین رو بر میگردونم، راه میفتم، دارم میرم دنبال چند تا مغازه بگردم. شما هم با من همراه شین، توی راه براتون تعریف کنم از ماجراهای دیشب تا الان که ما ماجراها داریم با این سه تا پسر. خب من دوربین رو برگردوندم. برای اونایی که نمیدونن بگم که من الان چند هفته است که اومدم ترکیه و آلانیا هستم. دلیلش هم سرمای فوق‌العاده ناجور و وحشتناک و برف خیلی شدید نروژ بود که با اینکه این همه ساله که خب به هر حال من اونجا زندگی میکنم، ولی امسال دیگه بریدم، نتونستم طاقت بیارم. از اونجایی که تابستون قبلم که ما تابستونی که گذروندیم هواش هوای خوبی نبود، خیلی بارون بود، تابستونمون خیلی تابستون کوتاهی بود، در نتیجه به قول معروف اونجوری که باید و شاید و احتیاج داشتیم باتریامونو نتونستیم شارژ بکنیم انگار، و همین باعث شد که من واقعا زمستون به وسطش رسیده بود دیگه افتادم بعد جور به روغن سوزی و دیدم واقعا دیگه نمیتونم طاقت بیارم، خیلی داشتم اذیت میشدم. در نتیجه دیگه واقعا تصمیم گرفتم بی خیال همه چی بشم و یه چند هفته ای از نروژ بیام بیرون. اینجا رو انتخاب کردم. اول میخواستم برم سمت اسپانیا ولی تصمیمم برگشت به خاطر اینکه فکر کردم اگر بیام ترکیه تو این مدتی که اینجا هستم میتونم شانس اینو داشته باشم که مامانم اینا احیانا از ایران بیان پیشم و به هم سر بزنن و به اصطلاح یه تیر و دو نشون بشه، هم من از سرما فرار کنم هم یه شانس دوباره ای باشه که مامانم اینا رو بتونم ببینم. و چقدر خوب شد که این کارو کردم، بخاطر اینکه هفته قبل خب مامانم اومد از ایران اینجا پیشم و یه یک هفته پیشم بود. آرسو رو نتونستم با خودم بیارم از نروژ، دلیلش هم اینه که خب وسط فصل مدرسه است و بچه ها مدرسه میرن، دبیرستانم دیگه درس ها جدیه و شوخی بردار نیست، مثل دوره دبستانش نیست که من یادم وقتی دبستان میرفت یادش بخیر میزدم زیر بغلم و میگفتم مثلا چند هفته دارم میرم مسافرت. من آرسو یادمه کلاس دوم ابتدایی بود، دو ماه برداشتم بردمش رفتم آمریکا وسط سال تحصیلی، ولی خب هیچ موردی هم پیش نیومد. معلمش با هم در تماس بود و کارهایی که باید انجام میداد و به هم میگفت و من اونجا نظارت میکردم حالا تو اون دو ماه به درس خوندنش. ولی الان که بچه ها دبیرستانی هستن دیگه از این کارا نمیشه واقعا کرد، هر یه روز غیبت کلی بچه ها رو عقب میدازه از درس و مدرسه. اینه که آقا پسر قرار شد بمونم خونه تک و تنها این چند هفته و من بیام. نگران تنها گذاشتنش نبودم به خاطر اینکه آرسو به هر حال الان دیگه همین هفته گذشته 18 ساله شد و دیگه رسما آدم بزرگ محسوب میشه دیگه، به هر حال باید یاد بگیرن مستقل شدن. ولی نگران نبودم به خاطر اینکه یه بارم دو سال پیش دوباره من این کارو با آرسو کرده بودم، یه البته نه انقدر طولانی، دو هفته گذاشتنش و رفتم جاتون خالی آمریکا دوباره و آرسو تنها بود. اون سفر وقتی که برمیگشتم از روز آخر از آمریکا، وای وقتی که کلیدو باز کردم به خودم گفتم، یه نفس عمیق کشیدم پشت در و گفتم بهنوش خودتو آماده کن که ممکنه با هر صحنه الان روبرو بشی، یک خونه بمب زده وحشتناک و اینکه خیلی ناجور قطعا ترکیده این خونه، ولی خب به هر حال سعی کن به خودت مسلط باشی، هرم چیزی دیدی زیاد جوش نیار، دعواش نکن، بهش سخت نگیر. و جالب اینجاست که وقتی که اومدم در رو باز کردم دیدم نه، همه چی خیلی خوب، خیلی مرتب، خیلی سر جاش. حالا همین قضیه باعث شد که تو پرانتز اینم براتون یه خاطره خیلی خنده‌دار تعریف کنم و بعد برگردم به الان. بچه‌ها میدونین که استاد مسلم لیوان کثیف کردنن، یعنی واقعا تو خونه، تو همه خونه‌ها دیگه خودتون میدونین، اولین ظرفی که زودتر از همه
کثیف میشه و کابینت ها ازش خالی میشه، لیوانه، هر یه آبی که میخورن یه لیوان آب برمیدارن دوباره میذارن یه گوشه، برای مورد بعدی دوباره یه لیوان دیگه. این یکی از دعواهای همیشگی مادرها با بچه ها، سر این که بچه جون چرا انقدر لیوان کثیف میکنی؟ خب خونه مام همینطوره، آرسون ماشالله به جونش خیلی لیوان کثیف میکنه و همینطور همش ردیف. بعضی وقتا من باید بهش بگم خب مامان از تو رو اتاق تدقل لیوان ها رو بردار بیار، من میخوام بذارم تو ظرفشویی، ولی همیشه ما لیوان کم داریم. وقتی که میخواستم برم 2 سال پیش مسافرت، بهش گفتم آرسو جان دیگه نه مامانی هست الان، نه تو اونقدر ظرفی کثیف میکنی که بخوای ظرفشویی رو براش راه بندازی، در نتیجه باید خودت حواست به مصرف لیوانات باشه، آب میخوری، شیر میخوری، نوشابه، آب میوه، حالا هر چیزی خودت باید لیوانات رو بشوری. باشه مامان، اصلا ناراحت نباش، من خودم حواسم به همه چیز هست. من انتظار داشتم وقتی که میام هم همه لیوانا تموم شده باشه، کثیف شده باشه، هم حدس میزدم باید تو شستشوی این آقا احیانا خیلی ها شکسته یا لپر شده باشه. رفتم دیدم کابینت رو باز کردم، نه، همه لیوانا با همون چیدمانی که خود من چیده بودم، چون یه نظم خاصی من دارم تو چیدن اینا، مشخصه کار منه یا کار اون، همون جوری چیده شده، مرتب، خیلی شیک، دست به سینه، لیوانا خیلی مؤدب بغل دست هم گرفتن نشستن و همه لیوانا سر جاشونه. تعجب کردم خدایا، حالا من دیگه گفتم این بچه تمیز باشه، نگفتم دیگه مثلا حتی چیدن کابینتش هم انتظار ندارم در حد من باشه و اینا، باری کلا عجب پسری پرورش دادم و دست خودم درد نکنه. و طبق معمولم که ماها فوری برای خودمون کارت پستال میفرستیم، دست خودم درد نکنه با این مادری کردنم و چیکار کردم و دمم گرم. و بهش گفتم که مامان آفرین، تو چه گلی کاشتی، چقدر این لیوانا رو قشنگ چیز کردی. حالا اگه من خودم بودم جای آرسو میگفتم خواهش میکنم مامان مثلا قابل نداره، حال کردی، کیف کردی، زیر چقدر نگران بودی، من مثلا شاید قشنگ حواسم بود. ولی از اونجایی که صداقت اینا اصلا با صداقت ماها که خیلی همه چی رو قشنگ دور میزنیم و شستا کلک میزنیم و راحت زیرابی میریم، اصلا اینا خیلی راحت همه چی رو لو میدن و خیلی سادن، یعنی بعضی وقتا دیگه رسما میرن تو مایه های بابو بازی. برگشت گفتش که نه ماما، با من که لیوان مصرف نکردم این مدت. گفتم یعنی چی؟ یعنی تو این 2 هفته تو لیوان مصرف نکردی؟ گفت نه، من یه دونه لیوان برداشتم گذاشتم کنار روی کابینت کنار سینک برای آب خوردنم، هر وقت آب میخواستم از اون لیوان آب میخوردم، بعد شیر رو از تو پاکتش سر میکشیدم، آب میبر از توی پاکتش سر میکشیدم، نوشابه رو از توی به اصطلاح بطری نوشابه سر میکشیدم. در نتیجه این مدت من اصلا لیوان مصرف نکردم، راحت حالا داشت راهکارم به من میداد. خب مامان تو هم از اون بعد اینجوری مصرف کن، ببین چقدر راحت تر، اصلا دیگه آدم اصلا دیگه احتیاج نداری لیوان بخری، چه برسه اینکه اون لیوانا بخواد کثیف بشه و تو بخواد بشوری احیانا. خلاصه ما اینم خاطره اون سفر که گفتم بعد این قشنگ شیرازی بازی ها. ولی در نهایت تو اون سفر من فهمیدم که نه، این میتونه از پس خودش بر بیاد، یعنی اوضاع اونجوری ناجور نیست که نتونه تیکر بکنه. خب من اینجا گلابرتون رسیدم به اکسچنج آفیس و برم یکم پول چنج کنم. بذارینم این ور چه خبره اینجا. ببینین امروز برای هر دلار 30.70 میگیری ترکیش لیرا، برای هر یورو 32.90، نزدیک 33 هات. بعد سنم کرون چنده؟ من رفته بالا. اوکی من یه لحظه بچه اینجا پاز میکنم، برمیگردم بهتون پول چنج کنم، دوباره میام. خب برگردیم به ماجرا، من پولم چنج کردم که خیالم راحت شه. کجای ماجرا بودیم؟ آها آره، خلاصه توی اون 2 هفته فهمیدم که نه، اونجوری
اوضاع ناجور نیست و خوبه دیگه، میتونه از پس خودش بر بیاد. در نتیجه دیگه با اطمینان خاطر بیشتری این سفر گذاشتم که چند هفته بمونه. منتها توی ماه فوریه آرزو تولدشه، یعنی 11 فوریه که دقیقاً از اونجایی که من به آرمانهای جمهوری اسلامی خیلی خیلی پای بندم و خیلی این حکومت رو از جون و دل دوست دارم و عاشقشم، خیلی برام مهم بود که بچم روز 22 بهمن به دنیا بیاد که این عزت و افتخار رو همیشه داشته باشم و به خودم ببالم که بگم مثلا بچه من توی همچین روزی به دنیا آمده. من خیلی جالبه، اونایی که منو از نزدیک میشناسن میدونن من زایمان فوق‌العاده سختی داشتم، فوق‌العاده، و به خاطر یه زایمان معمولی یعنی طبیعی و یه زایمان خشک و خالی من کشکی کشکی داشتم از بین میرفتم. درد زایمانم 19 ساعت طول کشید و هیچ وقت یادم نمیره 10 دقیقه بود ما وارد 22 بهمن شده بودیم اگه اشتباه نکنم، یادم نیست، شما انقدر حالم بد بود اصلا دیگه ساعت و روز و اسم خودم هم فراموش کرده بودم، چه برسه به اینجور چیزا. ولی یادم مامانم تو بیمارستان کنارم بود، حالا تفلکی همطور که هم استرس و دلهوره وحشتناک داشت، واقعا تفلک نگران من بود و ترسیده بود. بعد از اون برم هی به من میگه مامان یالا یالا یه کاری بکن با 22 بهمن نرسیم، چون من توی 21 بهمن دردام شروع شد، به 22 بهمن نرسیم، مامان به 22 بهمن نرسیم. و بالاخره این آقا 22 بهمن متولد شد. ولی خیلی جالبه، اینم شد برای ما یه جوک و خاطره، همیشه میخندیم سر این قضیه. به خود آرزو میگم که اگر تو ایران بودی احتمالا سالی یه دونه سکه بهت کادو میدادن به خاطر اینکه توی این روز نکبتی به دنیا آمدی. من هیچی، خلاصه خب در نتیجه من وقتی که تولد آرزو میشد من نبودم نروژ و این اولین تولدیه که ما کنار هم نبودیم و من از بچه‌ام جدا بودم. خب خیلی برام سخت بود واقعیتش، به خصوص اینکه تولدش هم تولد 18 سالگی بود و به هر حال 18 سالگی خب تولد مهمیه دیگه، خداحافظی با دنیای کودکی و به هر حال ورود به بزرگسالی یه معنی و مفهوم دیگه ای واقعیتش برام داشت. بعد ولی خب خودش میدونست که من براش برنامه دارم، چون اینجا یعنی توی نروژ هفته سوم ماه فوریه هر سال یک هفته مدارس تعطیلن، تعطیلات زمستانی. سیستم جالبی دارن، ما توی ایران 9 ماه میریم مدرسه و 3 ماه تعطیلات تابستونی داریم، یعنی حالا خب زمان ما که اینجوری بود، نمیدونم الان آیا سیستم ها عوض شده یا نه، ولی تعطیلات تابستونی ما 3 ماه بود و از اون 9 ماه یک کله میرفتیم مدرسه. خب واقعیتش خیلی اون 3 ماه دیگه هم بچه ها خسته میشدن، کلافه میشدن، هم پدر مادر دیگه یه جورایی کلافه می شدن، می خواستن زودتر مدرسه باز بشه، بچه ها سرشون به درس و مدرسه گرم بشه. و بعد یه هم می افتادی تو مدرسه یه هم 9 ماه یه کله باید بری. اینجا نه، اینطوری نیست، اینجا تعطیلات تابستونی دقیقا 2 ماهه، یعنی از آخر خرداد ماه خودمون اول تیر بچه ها تعطیل میشن، تیر و مرداد روز اول شهریور بچه ها باید برن مدرسه. ولی اون به اصطلاح 1 ماه که کمتر از ایران هست و در واقع اینا اومدن تقسیمش کردن توی سال تحصیلی، مثلا توی پاییز هول و هوش نیمه دوم مهر ماه 1 هفته تعطیلات دارن به اسم تعطیلات پاییزه. بعد خب به هر حال تعطیلات کریسمس و سال نو معمولا این ویکندا یعنی تعطیلات آخر هفته هم بندازی سرش، در مجموع هر سال 2 هفته، بعضی وقتا حتی شاید یه کوچولو بیشتر از 2 هفته میشه. بعد از اون که تموم میشه میرسیم به الان که توی فوریه، یعنی همین هفته، هفته سوم فوریه، 1 هفته تعطیلات زمستانی دارن و بعد میره تعطیلات عید پاک، که عید پاک یه کمی متغیره هر سال ولی معمولا نیمه دوم فروردینه.
اونم تقریبا باز میگم تعطیلات آخر هفته رو بندازی سرش، اونم حدودا یه 10 روزی میشه معمولا تعطیلات عید پاک. حالا سال به سال با هم فرق داره ولی حدودا همین بین 8 تا 10 روز. یعنی اینجوری به نظر من خیلی بهتره. بچه‌ها یه ماه یا ماه و نیم میرن مدرسه، یه هفته تعطیلن، دوباره یکی دو ماه میرن مدرسه، دوباره یه تعطیلی کوچولو دارن. فکر میکنم اینجوری بهتره واقعیتش. بعد هیچی، آرسو گفتش که خب ماما تو که داری میری تولد من نیستی. گفتم ماما دیگه، من میدونستم چی میخواد بگه، یکم سر به سرش گوشم و گفتم مامان جان دیگه من خب سرما خیلی داره اذیتم میکنه و اینا، من که تولدت هر سال بودم، حالا امسال نباشم. و یه خورده اینجوری من نگاه کنید که تو داری اینجوری حرف میزنی، تو نباشی، تو حاضر باشی تولد من نباشی. خیلی میفهمید دارم باهاش شوخی میکنم. گفتم نه ماما، کادوی تولدت برات بلیت میگیرم، پاشو یک هفته تعطیلات چیزو زمستونی رو بیا آلانیا پیش من. بعد کلی خوشحال و اینا. بعد برگشت گفتش که مامان حالا که من دارم میام، تو هم کادوی تولد منو داری به اصطلاح مهمون میکنی به این سفر، ولی میشه مثلا چون 18 سالم داره میشه یه مقدار کادوم ویژه تر باشه. گفتم ویژگیش چی میخوای باشه؟ بعد برگشت گفتش که آره اجازه میدی من دوتا از دوستای خیلی صمیمیم هم صمیمیترین دوستاش بسلا با خودم بیارم از نروژ آلانیا این یک هفته. بعد گفتم که باشه مامان، برای من مسئله نیست، ولی خب به هر حال خانواده های خودشون اجازه میدن توی همچین کاری بکنی، به خاطر اینکه به هر حال ما داریم از اروپا کلن میریم بیرون و این بچه ها میدونستم خب کیا رو میگه دوستای صمیمیشون، میدونستم راجب کیا داره حرف میزنه. گفتم تا جایی که من میدونم این بچه ها ترکیه نبودن و شاید به هر دلیلی خانواده هاشون نگران باشن یه وقت اجازه ندن و اینا. با خب تو زنگ بزن اجازه بگیر. هیچی دیگه، من زنگ زدم با این دوتا پسر ناز، ساندر و اولیور هست اسمشون، با خانواده هاشون حرف زدم و اتفاقا فوق العاده خوشحال شدن و استقبال کردن. دلیلشون هم این بود که گفتن خب این بچه ها نیست 18 سالشون میشه، از الان دیگه قاعدتا راحت به عنوان یه آدم بزرگ میخوان برن مسافرت و این ور و اون ور و بچرخن و ما واقعیتش خیلی میترسیم و استرس داریم که مثلا این بچه ها اگر بخوان تنها برن مسافرت. و این میتونه یه شروع خوب براشون باشه که یه جورایی هم از ما دورن، با ما نیستن، ولی در این حال یه آدم بزرگ کنارشونه و این میتونه خودش خیلی خوب باشه تن که تنهای تنها بخوان برن. و خلاصه این شد که آقا آرسو با دو تا از دوستاش سر از اینجا در آوردن. خیلی ها به من گفتن که خب تو چرا حالا که بچه ها دارن میان جوری ردیف نکردی که آرسو مامان تو ببینه؟ چون دقیقا مامان من جمعه شب ساعت 12 شب پرواز برگشتش بود از اینجا به تهران و بچه ها شنبه صبح پروازشون بود از نروژ به اینجا، یعنی به فاصله کمتر از 12 ساعت. واقعیتش دلیلش این بود که من خودم خب مسلما خیلی دلم میخواست مامانم و آرسو ببینن همدیگر رو. البته این دوتا 3-4 ماه پیش توی اون تعطیلات پاییزی که بود همدیگر رو دیده بودن، چون ما حتما یادتون هست که رفتیم استانبول و من و آرسو تعطیلات پاییز رو و مامان و بابا و بهراد و خانمش هم از ایران اومدن و هممون یه 7-8 روزی اونجا با هم بودیم، همدیگر رو همین در واقع 3-4 ماه پیش دیده بودن. ولی واقعیتش فکر کردم که بچه ها دوستای آرسو به هر حال ممکن معذب بشن، که قطعا می شدن دیگه، اینا سه تا پسر بچه شیطونه، سه تا جوون شیطونی که میخوان همش با هم مسخره بازی در بیارن، شوخی کنن، نمیدونم سر و صدا کنن، موزیک بذارن با صدای بلند، مشروب بخورن، نمیدونم وقتی که میرن بیرون سرعتشون خیلی تنده، من عقب میمونم نمیتونم پا به پاشون برم. و خب برای مامانم اون وقت فکر خیلی سخت میشد که پا به پای این بچه ها بخواد بره. وقت این بچه ها همش نروژی حرف میزدن و حال ارتباط کلامی برقرار کردنش با مامانم سخت میشد. ممکن بود مامانم خسته بشه، کلافه بشه از این، ولی این بچه ها ممکن بود معذب بشن. یعنی دیدم هر دو طرف یه جورایی توی امپاس قرار میگیرن و سخت میشه براشون.
در نتیجه علی‌رغم میل باطنیم و با وجود اینکه خیلی دلم میخواست که مامانم و آرسو بتونن همدیگر رو ببینن، اما متاسفانه با صلاح دید خود مامانم ما مجبور شدیم جوری برنامه ریزی کنیم که اومدن اینا با هم تلاقی نکنه و تو دوتا به صلاح زمان جدا از هم بیان. این از این. حالا از اونجایی که من این فیلم ها رو دارم میگیرم که وقتی که رفتم خونه و به اینترنت وصل شدم براتون اینا رو آپلود کنم تو اینستاگرام، اگر خیلی فیلمم طولانی بشه و حجمش بره بالا آپلود کردنش خیلی سخت میشه. سرعت برای اونه که نمیدونن بدونن شاید به دردشون بخوره، سرعت اینترنت توی این جایی که من هستم آلانیا با اینکه جاش جای خوبیه و طرف میگه بالاترین سرعت اینترنت رو داره ولی هیچ تعریفی نداره. البته خب واقعیتش از سرعت ایران که خب خیلی بهتره، ولی مثلا بخوای با نروژ مقایسه بکنی که واقعا سه سوته تو یه فیلم طولانی سه ساعته با حجم بالا رو میتونی در عرض زیر یک دقیقه دانلود بکنی، چند ثانیه واقعا، و سرعت اینترنت فوق العاده بالاست، اینجا به نظر من سرعت اینترنت خیلی پایینه. برای همین این فیلم ها اگر حجمشون بالا باشه، این طولانی باشن، آپلود کردنشون توی اینستاگرام خیلی سخت میشه. برای همین من اینجا ازتون خداحافظی میکنم و حالا ماجراهایی که با این پسرها اینجا دارم و براتون الان تو فیلم بعدی میگم. پس بریم برای فیلم بعدی.